در شامگاه 30 اکتبر 2023 برابر با 9 آبان 1402 برنامه‌ای رو در 24مین روز جنگ اسرائیل و فلسطین در منطقه غزه خدمتتون عرضه می‌کنم. همونجور که می‌دونید بیشتر نگاه‌های ما از رسانه‌های کانادا و در خود کانادا هست. ببینید، تظاهرات در کانادا علیه نسل‌کشی، علیه خشونت بیرحمانه ارتش اشغالگر اسرائیل ادامه داره. روز جمعه شنبه یک شنبه در مونتریال، تورنتو و اتاوا تظاهراتی بودش. در روز شنبه چند هزار تا ماشین از منطقه اسکاربرو رفتن تو دانتان، مرکز شهر تورنتو، و ساعت‌ها تو اونجا خواهان آتش‌بس فوری شدن. خدمت تو از اونم چند تا از صهیونیست‌ها، من جمله نماینده فالانج و دستراسی گلسا قمری، از ارتجایون جنگ طلب حزب محافظه‌کار اونتاریو و یکی از این مزدوران صهیونیستی سلمان سیما در منطقه کوینز پارک حضور داشتن. اونورم چند هزار نفر از حامیان مردم مظلوم فلسطین خواهان آتش بس بودن. در حال این یک قضیه اینو داشته باشید. بنابراین از اون ور دولت کانادا یک سیاست، دولت تورودو یک سیاست مزورانه ای رو در پیش گرفته. از ترس ناتانیاهو با اون چراغ سبزی که روز اول بهش دادن جرئت نمی کنن بگن آتش بس، میگن که یه دونه به اصطلاح وقفه بدیم که بتونن خدمات بهداشتی و غذایی وارد غزه بشه. این رو خانم ملینیا جولی امروز گفت. کریستیا فیلند هم وزیر اقتصاد و معاون تورودو گفتش که من هر روز با قطر و امارات و آمریکا و اسرائیل دارم صحبت میکنم در مورد همین مسئله اسرایی که هستن در غزه. و ادامه داره، امروز هم عده‌ای از فعالان سیاسی دفاتر نمایندگان حزب لیبرال در مونتریال، اتاوا، تورنتو و چند شهر دیگر کانادا رو به صورت نافرمانی مدنی تحسن کردن، که خب البته همشون هم دستگیر شدن، حالت بدون درگیری بود. و در حال نمایندگان مجلس پلیس صدا کردن و اونها هم اینها رو در متعرضین و متحسنین رو دستگیر کردن و بردنشون. ببینید، از این طرف کانادا در حالی که تورودو در حالی که دروغ میگه، میگه که ما نگران مردم غزه هستیم، بابری سفیر صهیونیستی تورودو در سازمان ملل روز شنبه در رأی‌گیری قطعنامه‌ای که بودش به چیز رأی داد. روز جمعه قطعنامه‌ای که در سازمان ملل در شورای مجمع عمومی سازمان ملل بود حضور نداشت، سخنرانی قرارایی کردش که آقا باید حماس رو محکوم بکنید، لب 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 و از این حرفا، ولی موقع رأی‌گیری که شد شرکت نکردن، رفتن بیرون. و میدونید که 13 تا کشور که البته خب دوست آمریکا و اسرائیل و چک و اتریش و 3-4 تا از این جزایر بیچاره که چاره‌ای ندارن با آمریکا برن، اونها از با آتش بس حمایت کردن. بابری یه دونه طرحی هم دادش که به شدت بایستی حماس رو محکوم بکنید که همون طرح شکست خورد، چون واقعا کانادا چه زمان هارپر اعتباری نداشت، بعد از که جاستین تورودو اومد یک کم اعتبار پیدا کرد، ولی الان اعتباری واقعا نداره اصلا. یعنی به خاطر وزارت امور خارجه واقعا در داغونی که ما داریم و وزرای خارجه که همشون آماتور هم، یعنی همشون 6 ماه یه سال تو کار بودن، کسی جدی نمیگیره. بعد اونم تو این شرایط مهم. ببینید، اینا یه چیزی رو نمیخوان بگن، یه چیزی رو نمیخوان بفهمن. هیچ
طرحی الان تو منطقه این طرح عملیات نشون دادش. خود کاتینیاهو هم همین مسئله رو گفت دیگه. دیروز باش مصاحبه کردن، گفت ما پلن هیچ ادراکی نداریم که ایران تو تحریزی این عملیات بوده. اینا در حالی که هیچ کاری نشده بوده، از داغ‌قزل‌آباد همه چی میگن کار ایران بود دیگه، این یکی رو میگن نیست. خب ببینید پیامو گرفتن، همشون میدونن. آمریکا امروز کامیلا هریس بهش گفتن چه پیامی داری برای ایران، گفت نکن. بعد خیال گفت رئیس جمهورم که میگه نکن، گفت خب همین دیگه. خب آقا بخاطر این که میدونن ایران تو سیاست منطقه‌ای قوی عمل میکنه، دست بالا رو داره و عملا هیچ گونه بدون توافق ایران، بدون اینکه بخوان منافع و سهم ایران و مردم ایران رو در نظر بگیرن، نمیشه اونجا یک توافقی ایجاد کرد. ایران ابرقدرت منطقه بوده، سالهاست اونجاست، ریشه تاریخی داره و نمیشه دورش زد. بعد یه کشور یه ترودوی بدبختی که آخره حکومتش هم هستش و واقعا به خاطر مسئله اقتصادی هم خیلی وضعش خرابه، وقتی شما با ایران رابطه نداری اصلا میخوای چی کار بکنی تو؟ آخه چه کاری میتونی بکنی تو اونجا؟ ببینید تو محور مقاومت توی یه تیمه که اتفاقا امروز مشاور امنیتی آمریکا گفتش ما به ایران میگیم آقا به پا منافع شرکای ما رو در منطقه به خطر نینداز و اینه ما تلافی میکنیم. گفتم آقا اینجوری که نمیشه برادر من، که منافع چون منافع چیز که نمیشه همه منافع آمریکا رو داشته باشه دیگه. اون منطقه باید منافع همه کشورهای منطقه تأمین بشه در حال، و اینجوری نمیشه که اونا دارن مقاومت میکنن، شما اسرائیل داره اشغال میکنه، نمیشه که. و داستان اینه که این اتفاقات افتاد و دیروز هم خبرش در اومد که نیروهای نظامی کانادا در اسرائیل حضور دارن. البته اینو گفتن در نگفتن در عملیات غزه هستن، گفتن در سفارت کانادا نیروهای ویژه برای روز به اصطلاح برای دارن برای شرایط و سخت و اینا دارن برنامه‌ریزی میکنن. ببینید 1700 تا شهروند اسرائیلی کانادایی رو کانادا آوردش کانادا، ولی به کانادایی لبنان گفت آقا جون خودتون تا جنگ نشده بیاین بیرون. 400 تا شهروند کانادایی توی غزه هستن، اونا هم نتونسته بیاره. یعنی دقیقا اون بدبخت های اون بیچاره هایی که فکر میکنن مثلا اگه درگیری شه ایران هی حمله میگن حمله نظامی بکنید، فکر میکنن مثلا کانادای آمریکا خیلی دلشون میسوزه برای شهرونداشون و خیلی نگرانشون هستن، اینو بفهمن دیگه. آقا جان شهروندای خاورمیانه به غیر از اسرائیل برای کشورهای غربی، برای شرکت برای کشورهای ناتو شهروندای درجه دو درجه سه حساب میشن. این یکی از واقعیت های خوب و تلخی بودش که خیلی از کساب هستی بفهمن دیگه نمیتونن به صلاح ندیده بگیرن خودشون رو از این جریانات. جریانات در این تظاهرات ها، این جریانات نماینده های اسرائیلی کانادایی اینجا شروع کردن. یه نفر پرچم آورد که روش نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله، و گفتن که آقا اونو نشنال پست و اینا، که آقا اینا پرچم حماس اومده بود، پرچم حماس هست که حماس زیر این پرچمی که همین رنگو داره زیرش یه دونه اسم خودش هم هست. خب این پرچم اینه پرچمی که عربستان سعودی داره که متحد کاخ سفید، به نوعی متحد ترودو، حداقل متحد هارپر کانادا محافظه‌کارا بودش، حالا با ترودو کم شکرش شکراب شد ولی الان دوباره خوب شده. در حال با اسرائیل هم خوبه و اینا دارن شانتاج میکنن، هی میخوان بگن که آزادی بیان، اینا دارن میخوان یه کاری بکنن، میگن آقا هر کسی از گروه هایی که هستن اینا خوب نیست کار میکنن، که همه کار یکی رو میگن آقا این تروریسته، بعد میگن هیچ کس حق نداره علیش حرف بزنه، یه دستگیرش میخوان بکنن. خب این که جواب نداره که، این که دیگه آزادی بیان نشد که. بس نشون میده که آزادی بیان اینا هم تا اونجاییه که منافع هیئت حاکمه، منافع اسلحه فروشا، منافع سرمایه‌دارای بزرگ که کشور کانادا رو اداره میکنن تهدید نشده باشه دیگه. بله. از این وسط هم تو این جریان بودیم،
بلینکن و هیلاری کلینتون هر تاشو گفتن آقا آتش بس اصلا مفهوم نداره، وزیر خارجه فاشیست آلمان هم گفتش اصلا نباید آتش بس بشه، بایدن هم گفت نباید آتش بس بشه، همه اینا میگن که آقا بایستی. چند لحظه پیشم نتانیاهو خودش مصاحبه کرد و گفتش که آتش بس به هیچ وجه نمیشه، ما اجازه نمیدیم، ما بایستی کار رو تموم بکنیم، به اونا میخوایی سرزمین سوخته به وجود بیارن. بعدش هم خب اسرائیل هر کاری دوست داره میکنه، بعدش هم میگه خب پولشو بقیه کشورها میدن، من ویران میکنم اینا میدن، چون میدونی کشورهای عرب رهبراشون اکثرا فاسدن و برخلاف مردم عرب در تیم اسرائیلی هستن، مگرنه خیلی راحت میتونستن اتحادیه عرب میتونستن سفیراشون حداقل از چیز بخوان یا که قطع رابطه بکنن از با اسرائیل در این شرایطیه، ولی همچین کاری رو نمیکنن و اینا در حال بلکه فکر میکنن که میتونن بخوان ملی از نظر توان نظامیشو بیارن پایین. همین حرف هم در مورد حزب الله دو سه سال پیش زده بود، در مورد ایران هم زده بود، ولی ببینید اوضاع منطقه محور مقاومت خیلی فرق کرد دیگه، اینجوری نیست که هرچی اینا میگن بشه، خیلی از اینا دانش مبارزه رو یاد گرفتن، یه خودشون تولید میکنن و دیگه زمان قدیم نیستش که سنگ داشته باشن. شما تصور کنید مثلا غزه یا کشور فلسطین چیز داشته باشه، ضد هوایی داشته باشه، بعد دیگه اسرائیل میتونه بهش حمله بکنه. امروز هم دوباره دیدیم که اسرائیل حمله کردن وست بانک، زیر گوش محمود عباس دوباره یه خونه رو خراب کردن، یه سری رو هم دستگیر کردن. یعنی در حال تمام این مسائل نشون میده که حقوق بشر کشکه، عدالت تو دنیا وجود نداره و اگر ضعیف باشی میزنن تو سرت، بنابراین بایستی که قوی بود و واقعا جا داره که روح تهرانی مقدم که صنایع موشکی ایران رو واقعا راه اندازیش کرد، یک دین بزرگی گردن همه مردم ایران و تاریخ ایران داره دیگه، و اگر اینا خورده بودن ببینید خیلی راحت میبینن دارن مردم میمیرن. ببینید 40 کیلومتر از 10 کیلومتر غزه امروز 650 تا بمبارون انجام دادن، دیروز 400 تا، روز قبلش 250 تا. بعدن یعنی مگه چقدر حساب کن، یعنی به کسی رحم نمیکنن، اصلا رحم نمیکنن. ببین اصلا براشون مهم نیست، اصلا همه این آدما ببینن واقعا براشون مهم نیست. اون این سیاستدان نیست، مردم آمریکا هم خودشون از بین برن این خیالشون نیستش. جریان کرونا رو دیدیم دیگه. بنابراین کسی فکر کنه که مثلا دلشون برای مثلا ماها سوخته، خیلی آدمای بی شعوری باید باشن. تیپایی مثل صادق زیبا کلام و این تیفایی که شیفته آمریکا هستن، در حال واقعا جای شرمساری داره دیگه. تو این وسط هم میگم متاسفانه این جریان باعث شده که خب نفرت پراکنی زیاد شده که واقعا چیز خوبی نیست. یکی از اینایی که نفرت پراکنی میکنه دیدم خانم مریم سنی که دلال وام هستش و از برکت کانادا هم وضعشون ماشاءالله خوب شده و اصولا هم فکر می‌کنم از راهای نه چندان قارنی پولدار شدن، یه توی پستی زده بود تو فضای مجازی که باید فلسطینی‌ها رو اخراج کنیم. بابا تو اینقدر اینا اینقدر موجودات حقیری هستن که حتی تو کانادا زندگی کردن دموکراسی حتی نیم بنده اینجا رو قبول نمی‌فهمن که بابا جان اصلا یک دلیل اصلی که کانادا کانادا شده آمریکا شده به خاطر که حداقل به این آزادی های فردی و به اصطلاح مذهبی تا یه عالمه حدود زیادی حداقل تا وقتی که منافعشون یعنی پارادومشون نظری تا منافع سیستم در خطر نیفته بهش کاری ندارن. بعدا خودتو مهاجری بعدا میگه یه گروه دیگه برن بیرون که خلاف قانون اساسی کانادا، خلاف حقوق بشر کانادا، واقعا اینا شرم‌آوره. از این شب مبارتر اول مزدورهای مانند فرخ زندی و رضا موردی هستند که این نامه به سازمانه اسرائیلی نوشتن و از اونا حمایت کرده بودن، ولی اینقدر شرمشون میاد که بیرون ندادنش، علنی نکردنش، چون اونا جواب دادن مال چند هفت مال قبل از همون روزای اول حمله حماس به اسرائیل هستش. خب ببینید
اینها، این گروهی که خیانت کردن به جامعه ایرانی، این رو براتون مثال بزنم. ببینید هفته گذشته اتحادیه فدراسیون یهودیان کانادا 55 میلیون دلار از 5000 یهودی گرفت، به اضافه یک هواپیما فرستاد برای اسرائیل. حالا شما ببینید این بیشرفایی مثل رضا مریدی، مثل فرخ زندی، مثل کاوه شهروز، مثل حسن زرهی، مثل رضا بنایی، مثل علی وکیلی، مثل نازنین افشینجان، مثل سلمان سیما، مثل اردشیر زارزاده و تمام این طیفی که مثل علی احساسی، مثل مایکل پارسا، این نمایندانی که سنگ سینه اسرائیل رو میزنن و علیه ایران به اسم حقوق بشر را فعالیت میکنن، کاری کردن که شما 20 دلار نمیتونی به دون خیریه تو ایران بدی، حتی خیریه که درست حسابی باشه، واقعا مثلا مردمی باشه دیگه، اما مثلا خیریه امام علی که الکل مثل رئیسش اومد خارج از کشور دستگیر شده بود. ولی کلا ببینید اینا چه شکلی، این بیشرفا عملا عملی دست اینا شدن و به بهانه حقوق بشر در ایران چنان کامنتی ایرانی رو ضعیف کردن که تا سالها ما نمیتونیم از قوانین دست و پاگیر اینجا خلاصیم، حتی اگر مثلا حکومت ایران عوض شه که بتونیم آقا کمک بکنیم، مردم بتونن کمک بکنن قانونی طبقه همونجوری که اسرائیلی ها کمک بکنن. بنابراین و اینجا جا داره که خب واقعا به کنگره ایرانیان دوستانی که هستن آقا شما چی کار میکنین، آقا دشمن مشخصه، از قدیم هم مشخص بود، با سیاست بازی آقا اصلا حرفا نیست تو سیاست، آقا تو قانون چارچوب مدنی و قانونی بایستی کار کرد دیگه. شما ببینید تو این شرایط که شده، ببینید چند تا چی کار کردن، یه دونه اعلامیه دادن، با اعلامیه که تو وقتی جنگ رسانه قولای دنیاست اینور میلیاردها دلار هست، هرچند رسانه های صهیونیستی و رسانه های با اینکه اسرائیلی با میلیاردها دلار پول، ولی شکست خوردن از هزاران نفری که اومدن تو خیابون ها، هنوز هم میان در سر و سر دنیا، از یونان گرفته تا آمریکا گرفته تا لندن که گرفتن. آن داشتن بودم لندن، ساعتی پیش خوندم این نخست وزیر فاشیستش، وزیر معاونت مجلس و معاون وزارت امور خارجه رو که گفت بود بعد آتش بس بشه اخراجش کرد. یعنی شما ببینید چقدر فاشیست دیگه. اصلا داستان اینه که بعدن همین آدم وقتی اصلا اوکراین و روسیه میشه، میگن روسیه تقاضا آتش بس میکنه، چیز قبول نمیکنه، یعنی چیز زلنسکی قبول نمیکنه. یعنی ببین ماهیتاً اینا جنگ طلبن، اصلا این حرفا هم نیستش دیگه. بله خدمت شما عرض کنم که یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم، داشتم میگم که آب غزه تا دیروز قطع بود، دیروز یه خط لوله آب رو که اسرائیل کنترل میکنن مثل شم بسته بودن اینا دیدم، بعد دیدم که کاوه مدنی یه دونه توییتی از یه رو توییت کرده و در مورد خدا بیامون آرمیتا. ببینید کشته شدن همه آدم ها دردناک، فرق هم نمی کنه، ولی تو نمیتونی در مورد آرمیتا مطلب بنویسی آقای کارشناس آب بعدن در مورد اینکه آب رو چیز بسته شده، آب 2 میلیون نفر آدم توی یک شهر رو بستنش، بعدن توی صرف نزنی. پس نشون میده آقا جان مشکوک بودی دیگه، بابا جان دیگه. من یه بار کاوه مدنی رو که اومد اینجا باید دوستی اتره که دوستی دیدیمش، بعدش تو هم میگو باره کاش داستانش رو تعریف میکرد، پیش گفتم خواه خواه برادر من خواه معلومه مشکوک میشن به تو، خواه کی بلند میشه از اونت باید حقوق خوب پاشه بره بعدن تو ایران، بعدن با حقوق حداقل بخواد کار بکنه. چه آدم یا باید عاشق باشه یا باید معمول باشه، وگرنه از این دو حالت خارج نیست.
ولی وقتی شما سکوت میکنی، یا مثل خانم نرگس محمدی امروز در مورد آرمیتا از زندان اطلاعی داد ولی 3 هفته است یک کلام در مورد کشتار در خاورمیانه ننوشته. فرق نمیکنه اون وری هم که کشته شده از اسرائیل آدم بودن دیگه. حالا به اضافه که اون وری از F-15 دارن، این وری حتی F-15 چی ندارن، حتی ضد هوایی هم ندارن دیگه، یعنی وامیستن. تا مسئله نیستش که چجوری بمیرن، مسئله این که آقا به جواد بمیرن دیگه، یعنی همشون منتظرن که موشکی بخوره، چیزی بخوره و کشته شن. در حال دنیای خیلی کثیفی شده و کثیف‌تر هم میشه، ولی نشون دادش که یه چند تا معدود سیاستمدار خوب تو دنیا داریم که واقعا شرف دارن و بقیهشون شرف ندارن، فرق هم نمی کنه دیگه، و همشون نوکر پول و زورن. یعنی پول بدی همه چیشونو می فروشن. در حالی من یه چیز دیگه هم خدمتتون عرض کنم، جنگ 80 سال تو منطقه ادامه داره، با این دفعه هم تموم نمیشه. فعلا که جنگ تازه جنگ زمینی شروع شده، میبینید که اینا هی میان تو امتحان میکنن. 2 شب پیش کلا برق رو قطع کردن، تلفن رو قطع کردن، رفتن تو، ولی واقعا معلوم نشد، چون رسانه هم تو حضور ندارن، معلوم نشد چه خبری شد. به یه روایتی هستش که شکست خوردن، اسرائیلیا اومدن عقب، ولی امروز دیگه رفتن داخل و داخل شهر غزه شدن دیگه. ولی هنوز از درگیری ها که واقعا چه تل و نشونم دادن، یه ماشینی بدبخت رفت داشت میرفت، دیدش اینا دارن تانکه دور زد، با توپ زدن ماشین رو نابودش کردن. یعنی اصلا تو جنایت هیچ کوتاهی نشون نمیدن دیگه. بعدش یکی از اینایی که توان اسیرم بودش، از اسیرایی که بود تونستنش آزادش بکنن، عملیاتی که کردن تو همین منطقه غزه، و مشخص شد که خانم نظامی چیز بوده دیگه، همین ننه من غریبه میکردن که اینا شهروند آزاد شدن، کیدنپ شدن. در حال این مسئله هستش دیگه، و یه جنگ نابرابر، ناعادلانه، نابرابر هستش. ولی ببینید همونجوری که عمر مختار خونش داد اعدام شد، ولی لیبی در حال به استقلال رسید و نیروهای فرانسوی رو اخراجش، لیبی تونستن فرانسوی ها رو اخراج بکنند، یا انگلیسی ها رو از خیلی کشورهای دیگه اخراجشون بکنند، اینا قتلام کردن، ولی مردم پیروز میشن، همه جا مردم پیروز میشن. تنها راه اینه که اسرائیل برگرده به مرزای 1967، کشور فلسطین رو فوراً به رسمیت بشناسه، و مثل بچه آدم دوتا کشور دوتا ملت در کنار هم دیگه زندگی کنند. ولی نشون میده که اونجا اینا بایستی باشن که جنگ ادامه داشته باشه و بتونن منطقه رو گروگان داشته باشن دیگه، یعنی خاورمیانه رو این بازی بدن بهش دیگه. متاسفانه تا برنامه بعد، امیدواریم خبرهای بهتری